بسیاری از شما عزیزان این سوال رو بارها از من پرسیدید که آیا شما سر کتاب باز می کنید؟ آری منم می توانم که مانند بسیاری با دروغ و دجل و سوء استفاده از سادگی و زودباوری یا ضعف ایمان مردم چون این کاری رو انجام بدهم و درآمد میلیاردی داشته باشم اما دین و ایمان و اعتقاداتم به من چنین اجازه ای رو نمیدهند عزیزان من باور بفرمایید که هر کسی در هر لباس و مقامی و با هر پیشوند و پسوندی که ادعا کند که با باز کردن کتاب از آینده شما اطلاع دارد چون این فردی حتما انسانی دروگو شیاد و منفعت طلب هست فقط میخواهد که جیب شما را خالی بکند تفاوتی ندارد که سر کتاب نمیدانم سر کتاب ازدواج باشد یا سر کتاب آینده باشد سر کتاب ابجد باشد با قرآن باشد با شاهنامه و بقیه کتاب ها باشد هر کسی در هر مقامی که باشد چنین ادعایی بکند مطمئن باشید که صد در صد دروغ میگوید و باور کردن چونین اعتقاداتی و چونین حرفی کفر به قرآن هست زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد کاهن و فالگیر و غیبگو فرمودند من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر ما انزل على محمد کسی که حرف چنین انسانهای غیبگو را باور بکند حرف چونین کاهنان را باور بکند به آن چیزی که بر محمد نازل شده کفر ورزیده کافر به قرآن است مگر الله متعال در قرآن کریم چه فرموده؟ الله مطال در سوره نمل می فرمد قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله ای پیامبر به مردم بگو همه آنهایی که در آسمان هستند فرشتگان مقرب الله و کسانی که در زمین هستند هیچ کسی از آنها غیب را نمیداند از آینده خبر ندارند الا الله مگر الله متعال و همچنین الله متعال به سرور انبیا و پیامبران میفرماید که به مردم اعلام بکن قل ما کنت بدعا من الرسل ای پیامبر به این مردم بگو که من پیامبری متفاوت از پیامبران دیگر نیستم و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم من نمیدانم که سرنوشت من و سرنوشت شما چه خواهد شد وقتی که پیامبر خدا با آن عظمت میگوید من نمیدانم که سرنوشت من و این مشرکان مکه به کجا ختم می شود شما انتظار دارید که یک فردی امثال من و افراد دیگر مثلا از آینده شما خبر داشته باشند این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که نرزد چنین افراد شیاد و برود و حرفشان را باور بکند فقط کفر به ما انزل علی محمد به همین قرآنی که بر محمد نازر شده کفر ورزیده. پس بنابراین سر کتابی نیست. نه از من طلب بکنید و نه از کسی دیگر. اگر کسی دیگر هم خواست با این بهانه سر کتاب باز کردن شما را فریب بدهد مال شما را غارت بکند ایمانتان را غارت بکند باور نکنید و چنین کاری رو انجام ندهید